سلام، عرفان سلیمی هستم با دهمین قسمت از فصل سوم نقد ترانه که اختصاص به نقد ترانه آرام آرام از آرون افشار داره با ترانه از شقایق امیر عزودی. ترانه بر روی ملودی نوشته شده و یه کار 6 و 8 که به شخصه تنظیمش رو خیلی دوست داشتم. ملودیش بد نبود. حالا راجع به ترانش صحبت کنیم. میگه آرام 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 دل ز من بردی ای یار، تا من هستم تا من هستم از چه میترسی ای یار. ریتم قلبم را نامنظم کردن زیبایی تو، از دل باران آمدی ای عشق حال نابم شدی تو. میمانم 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 عاشق آن سوی جهان، در یادم در قلبم تو بمان، به این احساس مرده بده جان. میخواهم 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 با تو پروانه شوم، از هر جا سوی تو بپرم، تو شمعم باشی پروانه منم. ای چشمت زندانم، عشقت شد جانم، عشقت شد جانم، عاشق میمیرم عاشق میمانم. من غرقم در عشقت، شیرین است مهرت، خواب از من دور است، شبها از فکرم. آرام 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 دل ز من بردی ای یار. وقتی خط اول ترنینه، یعنی ما با کلام غیر محاوره طرفی، وقتی میگیم دل ز من بردی، یعنی میخوام بریم سمت ادبیات گذشته، ادبیات کهن. آرام 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 دل ز من بردی ای یار، تا من هستم تا من هستم از چه میترسی ای یار. نمیخوام بگم میترسی و بردی قافیه نیست، ولی قافیه اصلا خوبی نیست. یعنی قافیه که یک ترانه‌سرای حرفه‌ای بعد بگیره نیست. قافیه اینجور موقعا چیزی غیر از این، وقتی میگم شما بردی دارید، یعنی یه او میشنوید یه ای، خب ترسی این ای با اون اوه که بعد مثلا دل از دل ز من بردی، نمیدونم چه به سرم چه بر سرم آوردی آوردیه، یا نمیدونم یه آوردی هم نمیشه آو، اگه زبان کهنه بردی مردی یه همچین چیزی، نمیدونم، یا اصلا یه اتفاق دیگه. حالا ایاره رو حتما ردیف نگیر، میتونی ایاره رو قافیه بگیری. اگر میخوای ایاره رو ردیف بگیری، این دل ز من بردی ایار میترسی قافیه خوبی نیست. من رو حساب تجربه نوشتاری خودم میگم. خب میگه آرام آرام از من دل بردی و تا من هستم از چی میترسی. خب ریتم قلبم را نامنظم کرد آن زیبایی تو، ریتم قلبم را نامنظم کرد زیبایی تو، آن زیبایی تو، آن زیبایی تو، این زیبایی من، این آن و اینه همجوری فقط قرار پر کنه دیگه. در واقع اون گپ نوشتاری بر روی وزن و بر روی ملودی رو میخواد پر کنه. آنه خوب نیست. ریتم قرار رو نامنظم کرد زیبایی تو، خط خوبی. از دل باران آمدی ای عشق حال نابم شدی تو. از دل باران آمدی ای عشق حال نابم شدی تو. زیبایی تو شدی تو. اینو میشه باز قافیه، بازم میشه قابل باز قافیه درجه یکی جذابی نیست. بعد حال ناب، این حال ناب 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 که خیلی راه افتاده. اصلا ناب خیلی کلم، از اسمش هم معلومه خیلی خیلی بزرگه. خب بعد الان ما میاریم توی ترانه های امروزی مینویسیمش، ناب، عشق ناب، حال ناب. این نابه با اون چیزی که تو اون ترانه ها داره تعریف میشه خیلی فرق داره. بعد اصلا تو وقتی مینویسی که از من دل بردی، تو وقتی داری میگه آروم آروم دل از من بردی، ریتم قلبو باید بیاری و وقتی بگی از چی میترسی، که یک نگرانی رو به اون معشوقه نسبت بدی، بگی شاید تو هم مثل من یک نگرانی هایی داشتی از بی عشقی، از عشق ناکافی یا از هر اتفاق عاشقانه دیگر، یه ترسایی داشتی از اعتماد یا هر چی. من حالا که من هستم از چی میترسی؟ بهتره بگی حالا که تو هستی من از چی میترسم. معمولا بنده خدا عاشق ترسش بیشتره تا معشوقه. خب معشوقه که همش داره مورد لطف قرار میگیره،
اگه بگم آقا تو از من دل بردی و ریتم قلبم رو نامنظم کرد و از دل عشق تو انگار از دل بارون اومد، قبل از تو میترسیدم و دیگه تو هستی از چی میترسم. ولی خب میگم نوشتار صرفا فقط تکیه ترانه‌سرا تکیه داشته به صدای زیبا آرون افشار، به ملودی خوبه، به تنظیم درست. آرون افشار هم که قطعا اون سخت گیری ها رو سر ترانه‌هاش نداره، نه که سر وکال ها و تنظیمش داره، سر ترانه‌هاش نداره. این چند دوین همکاری تیم امیرعزودی و افشاره که من ترانه آنچنانی حتی حالا اتوش نشیدم، معمولا ملودی ها جلوتر بود. میمانم 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 عاشق آن سوی جهان، باید بگی عاشق حتی اگه دور باشم. تو تازه رسیدی، یا اگه میخوای دوری رو نسبت بدی باید به اون نسبت بدی، باید بگی که عاشق میمانم حتی اگه آن سوی جهان باشی، نه که خودت. در یادم در قلبم تو بمان. خب تو اولش عاشق شدی اول ترانه، بعد میگی در یاد قلبم تو بمان، اون چرا بمونه؟ تو باید در یادش بمونی. در یادم در قلبم میمانی و به این احساس مرده بده جان، به این احساس مرده دادی جان، چون عشق در مستر ورس یک اتفاق افتاده. یعنی اصلا زمان بندی این که خب من عاشق شدم حالا میترسیدم حالم خوب شده، شما در ورس دو باید از این روزهای خوشت صحبت کنی، نه اینکه به خودت رفتن نسبت بدی یا اینکه حالا تو یاد من بمون. نه، من عاشق باید یاد توی معشوق بمون. میخواهم 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 با تو پروانه شوم. خب این سه تا میخواهم باید اتفاق بزرگتر یا رقم بزنه. میخوام 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 با تو پروانه بشم. خب با تو پروانه بشم، خب تو اول شمعه رو باید بگی که پروانه میشی، از هر جا سوی تو بپرم تو شمعم باشی پروانه منم. میگی میخوام با تو پروانه بشم، شمع توی پروانه منم. نه، میگی شمع باش که من پروانه بشم که به سمت تو بپرم. میگم ترانه سرا حرفه‌ای نیست، حیف این صدا، حیف این ملودی، حیف این تنظیم. و ترجیحاً میگه ای چشمت زندانم، عشقت شد جانم، عاشق میمیرم عاشق میمانم، من غرقم در عشقت شیرین است. یعنی ببینید در چهار خط در چهار خط ترجمه‌ام عشقت عشقت عاشق عاشق، دو تا عشقت دو تا عاشق. وقتی شما دایره لغتت محدوده، وقتی شما صرفا بر روی رابطه ای ترانه میسپاری به خواننده، خروجی درست اسمت پای تایتل کار میخوره، ولی در نهایت خیانت در حق خودت میکنی و در حق اون خواننده خوش صدا. حتی اکثر خواننده ما خوب نمیخونن، ولی آرون افشار جز استثنا است. ای چشمت زندانم خوبه، عشقت شد جانم، حالا این اولین عشقه. عاشق میمیرم عاشق میمانم هم دیگه باشه، حالا اوکی. حداقل این عاشق میمیرم عاشق میمانم خوبه. خب ما مثلا تخفیف میگیم، عشقت شد جانم، این عشقت عوض من غرقم در عشقت، یکی از این عشقت ها دیگه دقل باید عوض شد. شیرین است مهرت، خواب از من دور از شب ها از این تو این خط، خواب از من دور از شب ها از فکرت خوبه، این خوبه، ولی بقیهش معمولیه. کل ترانه هم هیچی نداره، یعنی واقعا ترانه های خیلی بهتر از این روی ملودی میشد نوشت. اما ترانه میگم به لحاظ زمانبندی اتفاقات، زمانبندی روایت مشکل داره، قافیه ها مشکل داره. حالا شوم و منم ما قافیه میگیریم، تنها جایی که درسته این جهان و بمان و جانه درسته. فکر و مهرم حالا ما قافیه میگیریم، این میمانم و زندانم جانم هم بد نبود. ترانه معمولیه، یعنی ترانه یه که معمولی روبه خوب هم نیست، معمولی روبه معمولیه، و فکر میکنم کاری بهتر از این داره آرون افشار. ولی خب انقدر صداش خوبه، انقدر پکیج موزیکایی که با مهمون رابر میبنده خوبه، میتونه لازم موسیقی با این ترکه حال کنید، ولی لازم ترانه نه اونقدر، اگه اهل ترانه چندن ترانه خوب باشید. خیلی خوشحالم که چند دقیقه در خدمتتون بودم. این از قسمت 10 مون بود، قسمت 11 مون
خواهید دید چه اتفاق خواهد افتاد. قسمت 12مون هم نقد ترانه پر انتظار قصه گل و تگر با صدای سیاوش قمشی و ترانه ایرج جنتی عطاییه. هر جا هستین خوب و خوش باشین. خرداد لذت بخشی براتون باشه. خداحافظ.